بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. می فرماید خدایی که به سوی تو کتاب وحی کرد، یعنی قرآن مجید به سوی تو آورد، یا او چیزی که ما به سوی تو وحی کردیم، او چیزی را که ما به سوی تو وحی کردیم که او عبارت از کتاب باشه، می فرماید هو الحق. کل قضیه قرآن که در این 1400 سال باقی مانده و صدها و هزارا کتاب از مسلمانا و غیر مسلمانا در مورد قرآن نوشته شده و هر کس به اندازه فکر خود امور رشته تخصصی که داشته تفسیر کرده، بعضی از نظر ادبیات تفسیر کرده، بعضی از نظر علوم روز تفسیر کردن، بعضی از نظر فلسفه، بعضی از نظر احادیث تفسیر کردن، بعضی از نظر علوم مختلف دیگر تفسیر کردن، تفسیرهای رنگارنگ ما داریم، بعضی از جنبه کلامیش بیشتر بوده، از با عقاید گوناگون و با روش ها و سلیقه‌های گوناگون. الان اگر تمام کتابایی که در مورد قرآن نوشته شده از طرف کفار مسلمین اگر امر یک جا کنیم، یک کتابخانه بزرگ میشه. قرآن هنوز هم تو دست نخورده باقی مانده. هرچی که علم پیش میره ما آیات قرآن بهتر میفهمیم. این چیزایی که در عصر ما از آیات قرآن استنباط میکنن با او چیزایی که سابقا فکر میکردن خیلی فرق کرده. سر تمام اینا که قرآن اینقدر جلب توجه کرد و بشر عوض کرد، یعنی وقتی که قرآن نازل میشه، چند دفعه گفتم این بگذار که قضیه رحمت خدا که ای برای ارشاد مومنین آمده، مومنین به قیامت ارشاد میکنه، مومنین به عبادت خدا وادار کرده، این رحمت رحیمی خدایه، درسته، ولی یک جنبه قضیه به اصطلاح تو بگویم که قرآن دو جنبه داره. یک جنبه قرآن ایه که داخلیه برای مسلمانه، اونایی که دین اسلام قبول دارن، اینم دستوراتشه، قانون اساسیشانه، به امی عمل میکنن، خلاص خوبه، برای دوزخ، برای بهش از گناه دور شوه، خدا را بندگی کنه، در حسابای اقتصاد خود به حلال و حرام مقید باشه، به حرام نیفته، قرآن کفایت میکنه. این جنبه داخلی قرآنه. قرآن یک جنبه خارجی هم داره، او چیه؟ که برای کل بشریت نازل شده، با اونام دعوت داده شده که بیاید مسلمان شین. حالا اونا مسلمان نشدن، او رو قبول نکردن، رحمت رحیمیه رو قبول نکردن، ولی قرآن رحمت رحمانیه هم داره. خدا دو رحمت داره، مظهر دو رحمته، رحمان رحیم. در امی 114 سوره به استثناء یک سوره، سوره براءت، 113 سوره دیگهش رحمان و رحیم در اولش داره. خب معلومه که این دو صفت خیلی مهم بوده که اینا تکرار میشه،
دیگه صفات تکرار نشده. تازه 130 شده، از 113 دفعه رحمان و رحیم بیشتر تکرار شده در سوره درباره اسم سلیمان علیه السلام، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا یک بسم الله داره. 114 رحمان و رحیم یکی در خود سوره چیزم است، فاتحه هم است. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم بعض آورده. 115 دیگه لفظ رحیم و رحمان نه یک جا جدا جدا در قرآن زیاد آمده. الرحمن علم القرآن، ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. قرآن کلمه رحمان و رحیم خیلی آمده، منتها رحمان بر غیر خدا جایز نیه که آدم نام یک نفر بگذاره. یعنی بعضی اوقات نام یک نفر عبدالرحمنه، مجیب الرحمنه، شمس الرحمنه، همین نامایی که در افغانستان و در پاکستان و اینا اقرار زیاد میکنن. جایز نیه که آدم با یک آدمی که نامش عبدالرحمنه بگوی رحمان بیا، حرامه. رحمان اسم خاص خدایه، بر غیر خدا اطلاق نمیشه. رحیم اشکال نمیکنه، میگیم فلانی خیلی مرد رحیمه، مهربانه، او میشه. او صفت عامه، بر خالق هم اطلاق میشه، بر مخلوقه. ولی معنیش دوتایه، بر خدا به یک معنا اطلاق میشه، بر انسان ها به دیگه معنا اطلاق میشه. مهربان یعنی دلسوز، خدا دلسوزی نداره، نه دل داره، نه دلش میسوزه، نه ناراحت میشه خدا. او عوارض بر خدا عارض نمیشه، او مطابق قانون علیت رفتار میکنه. معنا دوتا میشه. رحیم بر اطلاق میشه، ولی به دو معنا بر انسان هم اطلاق میشه، اما رحمان مخصوص خدایه. رحمت ای قرآن هم از خدای دیگه، خالقه. اما تو که خدا رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه داره، قرآن هم همیتوره. رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه. رحمت رحیمیه جنبه داخلیشه، ارشاد کردن مردم به سوی شریعت، حلال و حرام بیان کردن، مردم به سوی بهش سوق دادن. اما اگه قرآن رحمت رحمانیه هم هست، به مردم دیگه میگه بیر مسلمان شین، الگونا نمیشن، چون دنیا انتخابه، خوب نشدن. قرآن برای اونا هم به درد خوردیگه. از روزی که قرآن نازل شد، زندگانی بشر تحول پیدا کرد، تاریخ ورق خورد به نزول قرآن، عصر ارتباطات قرآن تأسیس کرد، عصر علم قرآن تأسیس کرد، عصر فضا را که آدم به فضا میره این قرآن تأسیس کرد، همه را بیان کرد که پیغمبر معراج رفت. او ایعت بطلیموسی که سالها قرنها بر ذهن بشر حکومت میکرد، فلاسفه یونان این ایعت بطلیموسی را بیان کرده بودن و فلاسفه اسلام هم دنبالی امور گرفته بودن، به مروضای اولی که قرآن نازل شد باطل شد. ولی کس جرأت نمیکرد کیر بگویه، جرأت نمیکردن، آیات توجیه میکردن، تعویل میبردن. خب الان ما میفهمیم دیگه، ما الان در آثار دیر آمدیم، در قرن بیست آمدیم، خیلی چیزا واضح شد، میدانیم که آیات قرآن باید تاویل نبریم. آیات بطلیموسی باطل بوده و باطل هم هست. از نظر علم و فکر و از نظر اوضاع سیاسی زمان و کرامت بشر و ورق خورد. ولی انوس 100% قرآن تأثیر نکرده، روزگار میخواه. بشر باید از دوران غرور و تکبر و جوانی خود بروه، یک کمی بالا بروه، عقلانیتش بیشتر شوه، قرآن فراگیر میشه، بر همه بشر حکومت میکنه. این به زور نمیشه، این قانون اساسی نیه که پشت سرش حکومت ایستاده که اگر عمل نکنی توربندی کنه. میگه با اختیار خود بیاین،
انتخاب کو، تو انسانی، انتخاب کو. یک عده انتخاب میکنن، یک عده 100% انتخاب میکنن، یک عده 50%، 40%، 30% انتخاب میکنن. در یک جای عمل میکنن، در جای دیگر عمل نمیکنن، فسق و فجور داره. یک عده 100% انتخاب نمیکنن، اونا دیگه انتخاب خودشانه. انتخاب یک امر اختیاریه، ولی یک وقتی هم میرسه که بشر عقلش رشد میکنه، غرور و جوانیش از بین میره، مارکسیزم و کمونیزم و کاپیتالیزم و این ازما امیش میره، فقط تنها صدای قرآن میمانه و فطرت انسانی، و بشر به قرآن تسلیم میشه. اینایی که میگم به شما، سر تمام اینا در این یک کلمه که اینجا میگه، میگه والذی اوحینا الیک، و چیزی را که ما بر تو واحی میکنیم یا واحی کردیم، و چیزی که عبارت از کتاب از این نوشته، کتاب به معنای مکتوب یعنی نوشته، هو الحق، اینمیه هو الحق، شه حق. میگه قرآن 100% حق. اگر اخبار از کائنات میکنه 100% مطابق واقعه، او کائنات کی خلق کرده؟ خدا. کتاب کی نازل کرده؟ خدا. پس وحی کننده قرآن و منزل قرآن خدایه، خالق کائنات هم خدایه. وقتی که از کائنات و کاکشان و زمین و آسمان و طبیعت انسان و حیوان صحبت میکنه 100% حقه. خالق همه چیز میدانه، او خالق اشتباه نمیکنه، او جال نداره، او عجز نداره، او ترس و تقیه نداره، همه چیز روی واقعیت بیان میکنه، از کسی هم حساب نمیبره که فلانی ناراحت نشوه. همه بنده های عاجز خدای، با بزرگترین فرد بشریت پیغمبر اکرم میگه اگر از خود چیزی گفتی، آیاتی که من نازل میکنم اگر یک کلمه اضافه کنی، یکم رگ دل تو را دست میزنم، دست تو را میبرم، جان تو را میگیرم. با حضرت نوح میگه اینی عایدو که، و میگفت بچه مرا غرق نکن، بچه کافر بود، خدا که از لحاظ پیغمبر نمیکنه، هر کس عملشه. گفت این نیعیزو که نوح، من تو را موعظه میکنم، از جمله نادانها نباشه، نادانی نکو. چی کلام تنده به پیغمبر خود میگه؟ خدا از کس حساب نمیبره، او خالق همه. والذی من الکتاب هو الحق، او جایی که از کائنات صحبت میکنه، ما مخلوقات خود چیه، او جایی که دستور میده ای کار بکو ای کار نکو، اونم همینطوره. او مسئله واقعی را میدانه، مفاسد واقعی را میدانه، ما نوز رو را نشناختیم، یعنی خود نشناختیم درست، رو شناخته نشده، حتی ما هنوز مغز خوده، بدن خوده، هنوزم از نگاه فیزیولوژی و از نگاه فیزیک و کیمیا 100% نشناخته، هنوزم ادامه داره. خیلی چیزا را فهمیدیم، یک خیلی چیزا هم شاید مانده باشه. از نظر فیزیکی، شیمی، فیزیولوژی چی رسه برو برسه، چیزای عجیب و غریبی از این یک مشت خاکستری که در جمجمه ما به نام مغز مخ وجود داره، هر روز عجایب از او بیرو میشه به توسط علم، هنوز تمام نشده. او ما را میشناسه، میگه اینه ای کارا برای شما بده، این خوردنی ها برای شما بده، حرامه، نه این کارا را بکنین نه این خوردنی ها را بخواین، او چیزا بسنن برای شما خیلی مفیده، واجبه که این کارا را بکنین انجام بده. پس ببینید که قرآن 100% حق،
مطابق واقع. لذا قرآن باقی مانده، قرآن باقی مانده. قرآن یک کتابی بود که تاریخ بشریت ورق زد، ورق زد. خدای تبارک و تعالی به ما و شما توفیق بده که فرهنگ قرآن درست بفهمیم، همو قسمی که خدا خواسته که ما بفهمیم همو قسم بفهمیم. والحمد لله رب العالمین.